حرفه‌ای وارد تئاتر بشم. برای شروع در کلاس‌های پیشرفته تئاتر ثبت نام کردم و اولین استاد من کلاً در دنیای هنر استاد رضا کشانی بودن. امیر حسین عنایتی فرزند ابراهیم در روز چهارم شهریور ماه 1367 در شهر فرهنگ و هنر اصفهان به دنیا آمد. در کودکی نبوغ خود را در طراحی و نقاشی بر همگان پرده گشاد و خانواده وی از علاقه او به نقاشی و طراحی مطمئن بودند که او هنرمند توانایی خواهد شد. امیر حسین از بچگی علاقه خاصی به نقاشی داشت و هر چیز تازه‌ای رو که می‌دید با ظرافت و دقت خاص اون نقاشی می‌کرد و ما فکر می‌کردیم اون یه نقاش میشه. بعد از اتمام فیلمبرداری فیلم سینمایی قوقای دل به اصفهان برگشتم و با پدرم صحبت کردم. گفتم که می‌خوام کارگردانی سینما رو تجربه کنم. بازیگری تنها منو تخلیه نمی‌کرد و دوست داشتم مسئولیت‌های بزرگتر از اون در سینما داشته باشم. علاقه داشتم که بیشتر پشت دوربین باشم تا جلوی دوربین. نمی‌دونم چی شد که در فیلم سرمایه‌گذاری کردم. شاید به این خاطر که اعتماد زیادی بهش داشتم که از پس این کار برمیاد. اون حتی تا به حال یه فیلم کوتاه هم نساخته بود که تصمیم گرفت یه فیلم بلند سینمایی بسازه. ما هم کمکش کردیم ولی استرس زیادی داشتیم. اولین فیلم بلند من آخرین پیام بود که بعدها به اسمس دقیقه 90 ما اونو تغییر نام دادیم. تهیه کننده، نویسنده و کارگردانش خودم بودم. همه به هم کمک کردن تا از ساخت اولین فیلم بلندم سربلند بیرون بیام. اسمس دقیقه 90 فیلم خوبی شد ولی خب مشکلاتی هم داشت. به هر حال هیچ کارشناسی از کار اول ایراد نمیگیره و همه کارگردان و سازنده اولین فیلم رو تشویق میکنن. ولی خب من برای ساخت فیلم دومم واقعا دچار استرس شدم. وایستا ببینم تو چت شده؟ میفهمی چی داری میگی؟ سام ولم کن بسره. استاد میگم که شما مطمئن که اشتباهی نشده؟ چه اشتباهی؟ آخه شاهین کارش خوب بود. من نمیدونم چرا قبول نشده. میبینی که داورا فقط تو رو انتخاب کرد. تو فکر می‌کنی من بعدم به جای یه شاگرد دو تا شاگرد تو اردو داشته باشم؟ اگه برای دختر من نقشه کشیده باشی خودم با همین دستان میکشمت، میندازم جلوی سگال گردی مثل خودت. چه نقشه ای؟ چه نقشه ای؟ فکری چیه؟ بابا من میخوام دختر تو بد کردم و بردم چه دست درد نکنه؟ از تیمارستان مزاحمتون میشم. اگه صلاح میدونین تشریف بیارید بیرون. وایستا ببینم تو چت شده؟ اینقدر سینجی من نکنی. بابا گمش کردم. فیلم دومم رو تلنگر نامگذاری کردیم که بعدها اون رو هم به تاوان تغییر نام دادیم و این بار فیلم برداری اون رو در تهران انجام دادیم. نویسنده و کارگردانش خودم بودم و سرمایه‌گذاریش رو برادرم به عهده گرفت. بین فیلم سینمایی تاوان و فیلم اسمس دقیقه 90 من تقریبا 7 ماه فاصله بود. من توی این مدت خیلی فیلم دیدم. سوژه فیلم یک فیلمساز رو قطعاً دغدغه‌های درونی اونه که انتخاب میکنه. یعنی دغدغه‌های درونی یک فیلمساز نقش اصلی رو در انتخاب سوژه او برای پروژه‌اش و اثرش ایفا میکنه. من هم از این قائل مستثنا نیستم و توی همه فیلم‌هام سعی کردم که از دغدغه‌های درونیم استفاده کنم و اونها رو دستمایه ساخت فیلمم بکنم. یکی از دغدغه‌های اصلی من در ساخت فیلم و تولید بیان روابط اجتماعی و خانوادگی و به چالش کشیدن معضلات و مشکلات اونهاست. در همه آثار من به وضوح دیده میشه که دغدغه‌های درونی من چیه. من توی همه فیلمام سعی کردم که از روابط اجتماعی و خانوادگی حرف بزنم و اونها رو به بحث بکشم. حالا اینکه تا چه حدی تونستم موفق باشم و به نتیجه برسه بحث‌های من
این دیگه وابسته به نظر مخاطبین داره. موفقیت‌های فیلم کوتاه صداها در فستیوال‌های متعدد داخلی و خارجی باعث تشویق و تزریق روحیه به من شد تا با انرژی بیشتری کارگردانی رو ادامه بدم. بلافاصله در همون ماه من فیلم سینمایی حرمت رو باز در شهر خودم اصفهان کلید زدم. همشون میلیاردرن و اما حالا به این برای این چند میلیون چه بلایی سر نگهبانه میارن. چی شد باز؟ دوباره عذاب وجدان گرفته؟ بیا مشغول شد. امروز شهریه این ترم دانشگاه زهرا رو بهش دادم. خیالتون دیگه راحت باشه. نگران هیچی نباشید. بگی. ازم نپرس از کجا آوردنش. زهرا بهم اعتماد داره. شما چی؟ سلام دخترم. اجازه بدید من کمکتون کنم. بیا اینا رو بذار واسه بعد. من نمیفهمم آقا جون، پس این شوکت کجاست؟ هر سال برای ماهرمزون میره ولایتش. یعنی چی؟ من متوجه نمیشم. یعنی این تومور مغزی از بین که نرفته هیچ، روز به روزم داره بزرگتر میشه. اگه جون پدرتون واسه تون مهمه، من توصیه میکنم هرچه زودتر عمل بشه و الا از دست میره. ولی خانم دکتر، ما هر روز داروهاشو به موقع بهش دادیم، ازش مراقبت ویژه کردیم. نمیدونم اصلا چرا بعد از رفتن مامان همه چی به هم ریخت. بابا انقدر قصه خورد که حالا به این روز افتاد. جوادم که در به در شد، طفل درسشو ول کرد که بره سر کار. کو کار؟ ببین درسته من احتیاج به پول دارم، درسته به خاطر بی پولی پدرم داره میمیره، آبروی خواهرم داره میره، ولی شرمنده نیستم. ولی ته برای چی؟ برای که نمیخوام تا آخر عمرم پشت میله های زندون باشم. میفهمی؟ از این اتفاقی افتاده چشم میترسه. میترسم از بی آبرو جلو پدر مریضم و خواهر دم بختم. میترسم. من این کارو نیستم. ولی ته چی؟ خودش اومد. چیه؟ حتما با صحبت همیشگی دیگه. نه میگه دیگه تحمل نداره، نمیتونه از پس قرقرای خانوادش بر بیاد. میگه باید زودتر عروسی کنیم. منم با اجازت بهش گفتم ما فعلا قدرت خرید جهیزیه رو نداریم. موسیقی
جان سروان این اینو وازش کن دیگه، خیلی دیگه تو استخونه دستم دیگه. حالا چه عجله ای داریم؟ هستیم در خدمت. خدا بیاموزتش، خدا بیاموزتت نازنین. 15 سال تو هستت نوشتن و بچه میسوخته، 15 سال قبطه نوشتن یه بچه رو میخوده، بچه دار شدم. حالا 25 سالی که حسرت نوشتن تو رو میخوده. آمده ای منصفانه ای نبود نازنی، اشتباه کردم، اشتباه. عجب دنیایی، انگار همین دیروز بود داشتی نظری میبختی برای بچه دار شدن نازنی. چقدر دلش میخواست بچهش رو ببینه، چقدر میترسید که چجوری تربیتش کنه. کیوان نیومد؟ من زنگ زدم بهش بابا. خب گفت کار دارم نمیتونم بیام. کار دارم. میبینه نازنین، اونی که به خاطر اومدنش رفتی نمیاد. عجب دنیای نامردی شده نازنین. خب عمو جون شاید واقعا یه جای گیر افتاده. گیر افتاده کیوانه دیگه، میشناسیمش. به 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 چه عجب کسی جای ما وای نستاده، حیف شد. بهتر بابا، دنبال شهر میگردی؟ بس میگه نادر، عشق دعوا داری یا تو هم؟ من که هنو چیزی نگفتم. نه بیا بزن تو گوش من. ای بابا با چرت پرتا اینا شروع شد، به جای حرفا پارک کن بریم تو بشین 2 دقیقه فکر کنی. واقعا دست درد نکنه سارا جون، خیلی خوشمزه بود. نوشه جان، فکر کنم دیگه وقت شوهر کردنت. مگه حالا شوهر نداره؟ راستی ایرج، اوضاع و احوال کارت چطوره؟ مثل همیشه، تعریفی نداره. نه بعد اونطوری میزدیمش دیگه، قبول داری؟ آقا جون من زیر بار اینجور حرفا نمیرم. حالا میگیم حسام بچه پرروبازی در آورده، حقش بود. نیما رو چرا زدی؟ به خاطر اون کار زشتش. کدوم کار؟ الکی چرا مسئله رو میپیچونی؟ من مسئله رو میپیچونم؟ پسره داشت ما رو ضایع میکرد، من مسئله رو میپیچونم؟ حالا خوبه تو داشتی میزدی، شما اومدن جداتون کردم ها. حالا خوبشه منو گرفتین دیگه. با تیزی اینم دست توه؟ آره بابا دست منه، دست تو هم نمیدم. همون یه بار واسه 7 جدون بسته. ای کارم داری بگو، میخوام برم. من میخواستم بگم اگه چیزی واسه گفتن نداری من برم. تو چی؟ من چی؟ تو حرفی نداری بزنی؟ نه چی دارم که بگم؟ یعنی تو هیچ حرفی نداری بزنی راجب من، راجب خودت، راجب خودمون، راجب این رابطه‌ای که هیچ صحبتی نداری که بکنی؟ ببین سارا، من نمیدونم بزرگترامون واسه ما چی تصمیم گرفتن، چی بریدن، چی دوختن. فقط اینو میدونم که هیچ کس از من سوال نکرده و از من هیچ اجازه‌ای نگرفته. اجازه چی؟ اجازه این که جای من و تو تصمیم بگیرن، جای من و تو صحبت کنن، 100 تا از این اجازه ها اسم من و تو رو هم بذارن. باز خوبه تو همین جاشو میدونی، فکر نمی کردم تا اینجاشم بدونی.
سال هاست که همه به چشم نامزد به منتو نگاه میکنن. سال هاست که من فکر میکنم متأهلم. همه به دید زن و شوهر به منتو نگاه میکنن. منم از این وضع راضی نیستم. از اینکه به اصفهان برگشته بودم خیلی خوشحال بودم و آرامش خاصی در حال ضبط کار داشتم. بچه هم همه به من کمک کردن و من از همشون راضی بودم. به هر حال من به دنبال ساخت نبودم و دوست داشتم که دغدغه‌های درونی خودم رو به فیلم تبدیل کنم. و خب این آرامشی که در شهر خودم و در کنار هم دوره‌های قدیمی خودم داشتم در رسیدن به این هدف به من خیلی کمک کرد. امیر حسین عنایتی بعد از این تجربه برای اولین بار در کارنامه هنری خود به عنوان دستیار کارگردان در فیلم سینمای پاداش عمر حاضر شد و بعد به عنوان مدیر تولید و سرمایه گذار در فیلم دومان هم فعالیتی مثمر ثمر داشت. جفاد! کاشکی حالش همونجوری بمونه. میخواستم از یه دید دیگه به کارگردانی نگاه کنم و با عنوانی غیر از کارگردان در کنار عوامل باشم. میخواستم دغدغه هاشونو و کارشونو بهتر بشناسم و خب این تجربه بعدها خیلی به من کمک کرد. فیلم چهارم بلند و بازگشت نام گرفت و در روستایی دور افتاده در میان رشته کوههای کرکس تصویر برداری شد. برای اولین بار با یک فیلم جاده‌ای و معناگرا دست و پنجه نرم می‌کرد و فعالیت او تا حدودی هم ناامید کننده نبود. میدونم چه حالی داری. 3 سال پیش مادرم زمینگیر شد. ناخداها گذرم بین امامزاده افتاد. رفتم تو بهش گفتم آقا از دار دنیا هم یه مادر دارم. میخوام تو پیریش نوکریشو کنم. از خدا بخوا واسم نگهش داره. اینجا پادگانشون بود. البته در اصلیش الان رفته بالاتر. ازش رد شدیم. ظاهرا این درو بستن. تا حالا تو عمرم از یه بچه اینقدر یکه نخورده بودم. بی پول بود. دهاتی بود. بی سواد بود. اما خیلی از من سرتر و بهتر بود. وقتی دست چپ راستم رو شناختم متوجه شدم که مادر خدا بیامرزم سر زایمان من از دنیا رفته. 12 سالم بود که پدرم به رحمت خدا رفت. 2 خواهر بزرگتر از خودم داشتم. با اینی که بزرگتر از من بودن و من اون موقع خیلی بچه بودم ولی رفتم سر کار. خیلی سخت بود. خیلی سخت بود. ولی دلم نمیخواست خرج زندگی خودم و خواهرم و کسی دیگه ای بده. خونه عموم بود تو شهر. ولی میترسیدم. میترسیدم برم تو شهر و راه دزدی یاد بگیرم. های سپه! قراره چی کار داری میکنی؟ یه وقت نری ماشین تحویل بدی شیطون. چی کارم میکنن؟ ها؟ چی کارم میکنن؟ میگیرنم؟ میرم زندان؟ خب حبسشو میکشن. از این برزخی که توش گیر کردم که دیگه بدتر نیست. سا
ساخت فیلم نیاز به یک دغدغه درونی داره، یعنی ما باید به خاطر یک دغدغه درونی سوژه رو انتخاب کنیم و اونو به فیلم تبدیل کنیم. Thank you.
فیلمساز خیلی خوب میتونه در فضاسازی های فیلمش از جامعه شناسی که داره کمک بگیره. من هم قبل از اینکه فیلمسازی رو خوب یاد بگیرم سعی کردم جامعه شناس خوبی باشم، سعی کردم جامعه زندگی خودم رو خوب بشناسم، مردم رو خوب بشناسم، روابط، آداب و رسوم رو آنالیز کنم و حالا اونها رو دستمایه های فیلم هام کنم. در آثار من سعی شده که زندگی به همون صورتی که جریان داره روایت بشه، طبیعی باشه و رئال باشه. حالا تا اونجایی که تونستم سعی کردم که این رو دستمایه فیلم هام بکنم.